سرخط خبرها ارتش آمریکا دستور جنجالی ترامپ را تعلیق کرد و واکنش روحانی به رد درخواست آمریکا در دادگاه لاهه بیننده های عزیز سلام به این بسته خبری از اتاق خبر خوش آمدید مشروع خبرها ارتش آمریکا دستور جنجالی ترامپ را تعلیق کرد ارتش ایالات متحده دستور صادر شده توسط دونالد ترامپ مبنی بر خروج بیش از یک چهارم نیروهای خود از آلمان را تعلیق کرد. به این ترتیب دوازده هزار سرباز آمریکایی در آلمان میمانند. به نقل از ایندیپندنت این اقدام رئیس جمهور سابق آمریکا به شدت جنجال برانگیز بود و به عنوان ادامه خصومت ورزی با این متحد کلیدی غربی آمریکا تلقی شد. لغو این دستور به گونه غیر منتظره توسط سرلشکر تاد والترز فرمانده ارشد ناتو در اروپا اعلام شد. او گفت خروج دوازه هزار سرباز معلق خواهد شد تا لوید آسین وزیر دفاع جدید ایالات متحده بتواند آن را دقیقا ارزیابی کرده و به رئیس جمهور جو بایدن گزارش دهد. ترامپ دلیل این تصمیم خود را تنبیه کردن آلمان به دلیل هزینه کردن کم این کشور در زمینه دفاع اعلام کرد ولی این اقدام عمدتا به عنوان ابراز خشم او علیه صدر اعظم آنگلا مرکل دیده شد که در مسائل متعدد او را به چالش کشیده بود والترز هنگام صحبت در مقر این اتحادیه در شهر مونسه بلژیک گفت در این لحظه تک تک آن تصمیمات معلق شدند آنها دوباره از اول تا آخر مورد بررسی قرار می گیرند وزیر دفاع ایالات متحده در همین لحظه مشغول ارزیابی خیلی دقیق این موارد است و با رهبران نظامی و غیر نظامی مشورت هایی خواهد داشت وقت او تمام این مشورت ها را شنید و آنها را جمع کرد نهایتا آن را به کاخ سفید خدمت رئیس جمهور خواهد برد تا او تصمیم نهایی را اتخاذ کند ادعا می شد این تصمیم ترامپ بدون هر گونه مشورتی با اعضای ناتو گرفته شده است همچنین گفته می این تصمیم در تضاد با نظر و تمایلات اشخاص برجسته پنتاگون و وزارت امور خارجه بود تصمیم ترامپ به خروج از آلمان یک هفته بعد از آن اعلام شد که او در تماس تلفنی با آنگلا مرکل در ماه ژوئن گذشته به مشکل برخورد وقت صدر اعظم آلمان به او گفت که به دلیل شیوع ویروس کرونا در نشست گروه هفت که در ایالات متحده برگزار شد شرکت نمی کند. ترامپ بعدتر به اشتباه ادعا کرد آلمان سهم خود از هزینه های ناتو را پرداخت نمی کند و اعلام کرد سربازان ما آنجا هستند تا از آلمان محافظت کنند درست است و با آلمان باید هزینه آن را بپردازد ولی آلمان این هزینه را نمیپردازد اکنون به سو پنج سال است که از ایالات متحده سوء استفاده می شود چه در زمینه تجارت و چه در امور نظامی بنابراین ما نیروهای خود را در این کشور کاهش می دهیم چون آنها هزینه این کار را نمی پردازند. دبیر کمیته امور خارجه اظهار داشت به نظر می رسد شعار اول آمریکا به شعار اول ترامپ تبدیل شده است انگار همه چیز درباره او است و نه درباره چشم اندازی برای دنیا و نه راهکاری برای سیاست همه چیز فقط درباره او و نیاز او برای کسب تایید و توجه و گهگاه هم نیاز او برای انتقام گیری است او مضطرب و تحت فشار است و هرچی فشار بر او بیشتر و موقعیت حساستر شود نابهنجارتر رفتار خواهد کرد رابرت دموکرات ارشد در کمیته روابط خارجه مجلس سنای ایالات متحده گفت امشب باید در کرملین جشن گرفته شود تصمیم دولت ترامپ مبنی بر خروج نیروها از آلمان نه تنها توهینی به یکی از نزدیکترین متحدان ما بود بلکه در نهایت منجر به تضعیف تلاشهای ایالات متحده برای مقابله با تجاوزات کرملین در اروپا خواهد شد والترز با اعلام تعلیق خروج نیروها همچنین تأکید کرد برنامه ها برای پیگیری طرحهای سابق همگی تعلیق شدند تا وزیر دفاع و کابینه ی او بتوانند همه چیز را تا زمان در دست گرفتن قدرت مورد ارزیابی قرار دهند آنها می توانند نگاه جامعه به تمام اقدامات از ابتدا تا به آخر داشته باشند و ببینند چگونه هر یک از آنها بر قدرت بازدارندگی و امنیت ما اثر می گذارند من میخواهم مطمئن شوم که به رهبران غیر نظامی خود زمان مناسب و کافی می دهیم تا با خیال راحت بتوانیم در کنار یکدیگر به کارهای خود در آینده ادامه دهیم. و واکنش روحانی به رد درخواست آمریکا در دادگاه لاهه رئیس جمهوری گفت رأی دادگاه لاهه نشان قدرت و عظمت ملت بزرگ ایران در برابر ابرقدرتی مثل آمریکاست. به نقل از ایرنا حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی روز پنجشنبه در مراسم بهره برداری از طرحهای ملی وزارت صنعت با اشاره به رأی دادگاه لاهه درباره شکایت ایران از آمریکا گفت در حالی که دشمنان میخواستند روزهای تاریک را برای ایران ترسیم کنند و فضای تنفسی را بر ما تنگ کنند خبرهای خوشی داریم که برای همه ما حائز اهمیت است وی افزود دیروز دولت تدبیر و امید موفقیت بزرگی را در دادگاه لاهه به دست آورد و این چندمین پیروزی است که دولت در دادگاه بینالمللی لاهه در مقابل آمریکا به دست می آورد که اهمیت بسیاری دارد روحانی یادآور شد این قدرت و عظمت برای ملت بزرگ ایران در برابر یک ابل قدرت است در جنگ سیاسی صدها هزار کارشناس و متخصص در کنار آنها است و ما با عده از دیپلمات ها به جنگ آنها می رویم این عدد کم ما در برابر عدد بزرگ آن پیروزیش زیبا و درخشان است وی اضافه کرد در بخش حقوقی کمتر سابقه دارد از آغاز انقلاب مباحث را به دادگاه لاحه ببریم که دلایل خاص خودش را دارد در این دولت تصمیم قاطع گرفتیم در مسائل اختلافی در برابر آمریکا بحث را به دادگاه لاهه برسانیم وی خاطر نشان کرد در دادگاه بین المللی لاهه ما رأی بسیار موفقی گرفتیم علا اینکه هزاران حقوقدان بزرگ را بسیج کردند رأی این بود که دادگاه لاهه به دستور و قرار موقت رأی داد که آمریکا باید همه تحریم ها در امور انسانی را بلا فاصله قطع کند البته آمریکا عمل نکرد رئیس جمهوری ادامه داد علا رغم یک دادگاه بین المللی به اتفاق آرا یعنی همه یازده قاضی آل رتبه آن علیه آمریکا رأی دادند یک موفقیت بسیار بزرگی برای ملت ما بود اما آمریکایی ها گفتند که این دادگاه اصلا صلاحیت ندارد برای اینکه اصل شکایت ایران را مورد بررسی قرار داده است. وی افزود ماها حقوقدان های ایران و آمریکا در این زمینه بحث کردند و در دادگاه لاهه لوایح را تبادل می کنند. روحانی یادآور شد یک بار مرحوم دکتر مصدق به این دادگاه رفت و در تاریخ ما ماندگار شد. در این دولت چندین نوبت ما به دادگاه بین المللی رفتیم و به الله تا امروز در همه مراحل پیروز بودیم. رئیس دولت دوازدهم گفت تحصیل کردگان این سرزمین در حقوق و دیپلماسی در همه جا موفقیت و پیروزی های شگرف و بزرگی را به دست آوردند و من این موفقیت بزرگ را به ملت بزرگ ایران تبریک می گویم. بیننده های عزیز ممنون از اینکه تا پایان با ما همراه بودید. لطفا چینل ما را سابسکرایب و زنگوله را نیز فعال کنید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.